نزدیک به یک هفته از بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در فرودگاه بین المللی تهران و توقیف گذرنامه ایشان و ممنوعیت از سفر به کشور کویت می گذارد. اما همچنان انتقادها نسبت به این گونه رفتارهای ضد انسانی و ضد دینی ادامه دارد. حکومت ایران در طول 40 سال اخیر با مراجع تقلید مختلف شیعی که به صورت مستقل عمل می کنند برخورد و مقابله کرده است. این برخورد هر بار به گونه ای بوده است. از سنگ اندازی در مسیر تبلیغ و فعالیت های دینی این مراجع گرفته تا حصر خانگی و ممنوع التصویر یا ممنوع کردن ایشان از سخنرانی، همه و همه از جمله رفتارهای ناشایست دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران با مراجع تقلید مستقلی همچون آیات اعظم، سید کاظم شریعت مداری، سید محمد روحانی، سید صادق روحانی، سید محمد شیرازی، حاج آقا حسین قومی و غیره. همه این فقهای شیعه در برهه‌های زمانی مختلف در برابر ظلم و فساد حکومت ایران سکوت خود را شکسته و با پیروی از مسلک و منش سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در برابر حکومت ظلم و جور سکوت نکرد و قیام نمود به اعتراض و انتقاد پرداختند. در این میان بیت آیت الله العظمی شیرازی نیز که تاریخی درخشان در مبارزه علیه ظلم و استعمار داشته و از زمان میرزای شیرازی علیه اشغالگران انگلیس در عراق مبارزه کرده و تا به امروز در برابر هیچ گونه فساد حکومتی سکوت نکردند. بر همین اساس ما شاهد آن بودیم که دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران در یک هفته اخیر چند اقدام در برابر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو و فرزندشان آیت الله سید حسین شیرازی مرتکب شدند. این نیروهای امنیتی ابتدا هنگام خروج آیت الله سید حسین شیرازی برای انجام سفر تبلیغی به کشور کویت در فرودگاه بین المللی تهران جلوی ایشان را گرفته و گذرنامه ایشان را مصادره کردند. فردای آن روز نیز پیامی تهدیدآمیز از طرف بیت رهبر ایران و از طریق آیت الله علوی بروجردی برای آیت الله العظمی شیرازی ارسال شد و از ایشان درخواست کردند تا در سخنرانی سالانه خود در آستانه ماه محرم از انتقاد علیه حکومت ایران پرهیز کند. در روز سخنرانی نیز برق بیت آیت الله العظمی شیرازی هنگام سخنرانی قطع شد. همه اینها نمونه های کوچک از مبارزه و مقابله حکومت ایران با مرجعیت شیرازی است. علی اکبری، اخبار شیعه. ساعتی قبل گفتگویی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا و از ایشان پرسیدیم جریان ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی و به طور کلی افزایش فشارها بر آیت الله العظمی شیرازی و خانواده و نزدیکان ایشان چیست؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، درباره این اتفاقی افتاده، دستگیری و در واقع بازداشت موقت و ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی، باید عرض کنم که این رفتارهای غیر انسانی و غیر اسلامی تازگی نداره و طبیعتاً علت بازداشت تنها این مطلب هست که فشار فزاینده و بیشتری رو بیارن به بیت آیت الله شیرازی، خصوصاً خود مرجع بزرگوار آیت الله العظمی سید صادق شیرازی که مطالبی رو که در قالب انتقاد از حاکمیت مطرح می کنند و البته صرفاً بازخوانی تاریخ اسلام و منابع دینی رو ایشون دارن که با توجه و به استناد به شیوه و رفتار پیامبر اسلام و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما در شیوه زمامداری و حکومتداری این مطالب رو مطرح می کنند،
خب پیام دادن که گوش و کنایه نزنید و این رفتار ناخوشایند نیز تازگی نداره. از همون بدو تأسیس حکومت به ظاهر اسلامی در ایران فشار روی مراجع بزرگوار تقلید همواره و همیشه بوده. مراجع تراز اول مثل آیت الله، آیات اعظم، شریعت مداری قومی، روحانی، دیگران و مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی بنا به اعتراضاتی که از همون اول به اعدام‌های خشونت بار داشتند و اعدام‌های سال 67 و دهه 60 و رفتارهای غیر انسانی و غیر اسلامی که داشتن، ایشون رو مجبور به اقامت در منزل کردن، اقامت اجباری و در واقع حصر خانگی که الان این روزها ما میبینیم از قدیم مطرح بوده از طرف حاکمیت و اعمال شده نسبت مخالفان، منتها چون وسایل ارتباط جمعی و این اطلاع رسانی امروز نبوده کمتر به گوش مردم رسیده به دلایلی. و طبیعتا این روند ادامه پیدا میکنه، منتها همیشه فراز و فرود داشته به خاطر برخی از مشکلات و بحرانهای فزایندهی که حاکمیت داشته، گاهی عقب نشینی کرده، ولی اون ماهیت اعمال زور و ظلم رو همواره ادامه داده. و آیت الله العظما سید صادق شیرازی مرجع بزرگوار مستقل آزادی خواهی که همواره از حریم قرآن و اهل بیت دفاع کرده اند و وظیفه خودشون می دونستند که تاریخ اسلام رو بازخوانی کنند و این بدبینی فزاینده‌ای که الان نسبت به دین، به تشیع قرآن و اهل بیت پیدا شده به گونه‌ای، به اندازه‌ای ولو شده اندک، با توجه به این هجوم‌های فزاینده‌ای که هست که همه ناشی از سیاست‌های غلط غیر اسلامی و غیر انسانی حاکمیت بر ایران هست، یه مقدار غبارزدایی کنن، یه مقدار توجه مطلب مردم رو به حقایق بیشتر کنن و گاهی سخن از اقتصاد اسلامی دادن، گاهی سخن از مسائل آزادی‌هایی که هست و سرکوب مخالفان، برخورد با افراد به عنوان جاسوس، به عنوان ضد انقلاب و مسئله اخیری که مطرح کردن به عنوان اینکه ولایت فقیه ولایت تامه و کامل ذاتن از آن خداوند تبارک و تعالی هست و حتی ولایت معصومین مانند پیامبر و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین ولایت علوی است، گرچه اونها هم ولایت تام دارند ولی از طرف خداوند سبحان با اونها افاضه شده است و همین زیر سوال بردن اون تابو و اون در واقع یک مجسمه‌ای و یا یک ابهتی از این ولایت فقیهی که ساخته بودن یک مرتبه در هم شکسته میشه به خاطر اینکه نمیتوانند در موقعیت علمی و استدلالات فقهی و منطقی این بزرگ مرجع تقلید تاب بیاورند و نمیتونن اقامه دلیل و سند مطرح کنن از منابع دینی و این ولایت فقیه هم که الان مطرح ولایت مطلقه فقیه مشخصی که با آراء جمعی فقها در طول تاریخ در تقابل هست، مثل شیخ الفقها مرحوم شیخ مرتضای انصاری که سخن اگه بخوایم تفصیل بدیم به درازا میکشه، در همین اندازه من سخنم رو کوتاه میکنم. فشارهای حاکمیت صرفاً و صرفاً برای ساکت کردن و به انزوا کشوندن و اینکه حقایق رو بیان نکنن و این روشندهی و شفاف سازی که نسبت به مسائل دینی و تاریخ اسلام هست و از طرف ایشون مطرح میشه میخوان جلوگیری کنند. با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی که با ما همراه بودند.